درود بر شما همراهان گرامی و درود بر هموطنان عزیزی که ضبط شده این برنامه رو در همه جای دنیا به خصوص میهن عزیزمون ایران تماشا میکنند. من نسیم بهروز هستم، فعال پادشاه خواه و عضو حزب ایران نوین. پیش از هر چیز اجازه میخوام که از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان این برنامه در شهر بریزبین استرالیا قدردانی کنم. سپاس از دعوتتون و باعث افتخار من هست که این روز رو در کنار شما عزیزان جشن میگیرم. من به سهم خودم زادروز ملکه ایران زمین، مادر مهربان میهن شمخانو فرح پهلوی رو به ایشون، به دوستداران خاندان پهلوی و به هموطنان آزادی خواه در سراسر ایران شاد باش میگم. تیم چند دهه گذشته در روی نقش و تاثیرگذاری و خدمات شمخانو برای پهلوی بسیار سخن گفته شده. شخصا شک ندارم که تا صدها سال و چند هزار سال آینده هم آیندگان از ایشون در تاریخ ما به نیکی خاطرات خواهند کرد، چنانچه به طور مثال می‌بینیم امروز از نیکمردی و اندیشه و تاثیرگذاری کوروش بزرگ همچنان سخن گفته میشه و به قول انگلیسی زبان ها در انتها قضاوت کار تاریخ است. راستش وقتی که از من خواسته شد که به مناسبت این روز فرخنده چند دقیقه در خدمت شما باشم، در ذهنم اون چه که در دوران پهلوی به زنان ایرانی ارائه شده بود رو به دو دوران تقسیم کردم. دوران اول از ابتدای به قدرت رسیدن رضا شاه تا ازدواج شاهنشاه فرهنگ ایران با شمخانو برای پهلوی بود. خب در این دوران ما می‌بینیم در ابتدای این دوران ما می‌بینیم بدون اینکه جامعه ایران متأثر بوده باشه از هیچ حرکت بزرگ فمینیستی و یا حق طلبانه زنان، بدون اینکه متأثر از این موارد باشه، حقوق اولیه و انسانی زنان توسط رضا شاه بزرگ به اونها تقدیم شد و رضا شاه زنان رو به بحث جامعه آورد و مردم ایران با این واقعیت جهان مدرن آشنا شدن که زنان هم شهروندان کشور هستند، باید در اون جامعه باشن، از حقوق اولیه، از فرصت برابر برخوردار باشن و از همه مهمتر یک پشتوانه قانونی برای این موضوع در نظر گرفته شد که خب اون جامعه سنتی و مردان اون روز نتونن به راحتی مانعی بشن برای جلوی این اقدام رضا شاه و در مقابل این روندی که آغاز شده بود. دوران دومی که زنان تاثیر پذیرفتن در دوران پهلوی از این خدمات رو من از زمان ازدواج شاه فرهنگ ایران با شمخانو فرح پهلوی میدونم که در این دوران جایگاه زنان چند پله بیشتر مجددا ارتقا پیدا کرد در عرصه‌های گوناگون. توسعه انسانی با تمرکز ویژه‌ای به روی زنان دنبال شد و پایه این دوران خب میدونیم که توسط رضا شاه ریخته شده بود، اما توسط شخص شاه و محمد رضا شاه پهلوی و شمخانو بس پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. نه فقط ببینیم که در حوزه اشتغال و کار، نه فقط در حوزه آموزش و دانشگاه و نه فقط برای زنان شهرنشین، زنان خانه‌دار، زنان شهرها و روستاهای دور و اقصانوقات ایران و هرچی که پیش میرفت این تغییر و این ارتقا در این زندگیشون، در سبک زندگیشون رو بیشتر حس میکردن در حوزه حقوق خانواده یا بهداشت و درمان. و خب همونطور که من در اول عرایزم اشاره کردم، در باره فعالیت شاهان پهلوی و ببیش شهرانوی ایران در حوزه زنان فراوان سخن گفته شده، نوشته شده و در آینده هم اینطور خواهد بود. اما من امروز میخوام به جنبه متفاوتی از این خدمات نگاه کنم و اجازه بخوام که با طرح یک سوال شروع کنم. چه چیز برای من این خدمات رو، مشخصا خدمات شهرانو رو برای زنان رو، از فعالیت‌های فمینیست ها و فعالین زنان در این حوزه متمایز میکنه با احترام همه فعالیت‌هایی که داشتن؟ یا بذارید اصلا این سوال رو بهتر مطرح کنم، من چه تفاوتی میان نگاه سیاستمداران ملی‌گرا، فعالین سیاسی ملی‌گرا به حوزه زنان می‌بینم با نگاهی که سیاستمداران چپ و فمینیست، البته منظورم چپ ملی نیست، چپ در نگاه جهان‌وطنانه و منظورم هست،
حتی تاثیرگذارترینشون، حتی بیگ نیمترینشون، چه تفاوتی میاره نگاه اونها به حوزه زنان در این دو رویکرد وجود داره؟ من فکر می‌کنم که جواب دادن به این سوال، طرحش و جواب دادن به اون سوال در ذهنمون و اینکه اون رو به بحث بذاریم بسیار مهمه و کمک می‌کنه که ما یک دید بهتری داشته باشیم در آینده، اینکه چه رویکردی می‌تونه اون زنان رو دوباره با اون رنگ پیشرفته طرفی زنان ایرانی رو دوباره برگردونه و سریع‌تر اونها رو به حقوقاشون و به خواسته‌هاشون برسونه. ما فرض کنیم که الان ایران آزاد شده، یک رویکرد ملی زنان رو میتونه بیشتر به اون چی که میخوام برسونه، یک رویکرد فمینیستی و همونطور که عرض کردم چپ‌گرایانه از دید جامعه وطنی. من اگه بخوام خیلی ساده و خیلی سریع در چند جمله پاسخ خودم رو بگم، من فکر میکنم که رویکرد ملی گرایانه خواهان سعادت، به طور کلی خواهان سعادت و پیشرفت یک کشوره و میدونه این خواسته بدون دخالت دادن نیمی از جامعه محاله که تامین بشه. پس برای توسعه حوزه زنان، برای تامین حقوق زنان شعار نمیده، چون میدونه که شعار کاری از پیش نمیبره، کار انجام میده، خدمت عملی ارائه میده، کمتر حرف میزنه و بیشتر عمل میکنه. حالا من اینجا چون که پادشاهی خواهم هستم میخوام که پرانتز به یک نکته دیگه اشاره کنم که مخصوصا دستیابی به چنین امری در، یعنی اون چی که مثلا در دوران پهلوی در حوزه زنان اتفاق افتاد با اون ابعاد، فکر کنم در چارچوب نظام پادشاهی ممکن‌تره. چرا؟ چون مستلزم تداومه. شما تصور کنید که پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشورمون هم نظام جمهوری در ایران وجود داشت و ما مثلا شهرمانو فرای پهلوی ملکه بین همسر شاهنشاه ایران نبودن، بلکه به عنوان بانوی اول در ایران یک دوره 4-8 ساله فعال بودن. آیا فکر کنید که اون ابعاد از اون چیزی که در واقع اون تغییرات بنیادی که در زندگی زنان رخ داد در اون زنان برای زنان ایرانی پیش اومد، آیا امکانش بود که در 4-8 سال اتفاق بیفته؟ من فکر می‌کنم که اگر امروز ما بهترین و ایدئال‌ترین جمهوری‌هایی که همین امروز بر سر کار هستن در دنیا رو بهشون یه نگاه بندازیم، می‌بینیم که در فقدان اون نهادی که حکم نهادی که نقش و کارکرد اون ایجاد وحدت ملی و وفاق ملی و خارج نکردن هیچ کدوم از جریانات سیاسی از اون مسیر اصلی رو داره، این وقتی این در کشورشون وجود نداره، یک حالا یک حاکمیت دولت روی کار میاد و اولین کاری که میکنه نفی همون چیزی هست که در 4 سال یا 8 سال گذشته توسط رقیبش انجام شده و میگه که ما کاملا باید یک راه متفاوت بریم و بنای الان در همه حوزه ها اقتصادی زنان و و و و میگه که ما باید یک راه کاملا متفاوتی رو بریم و در پایان اون دوران اگر از اینا بپرسن که چطور نرسیدین یا یک دستاورد قابل یک نوتیسیبل نداشتین، میگه خب اون خرابی که قبلی ها به جای گذاشته بودن اونقدر زیاد بود که خب نمیشد در 4-8 سال جمع بشه و میبینیم که زندگی مردم میشه فدای یک دوره تسلسل قدرت طلبانه. و من فکر می‌کنم که البته خب این بحث کارکرد نظام پادشاهی مشروطه بسیار بحث خب پیچیده‌تر و عمیق‌تریه و حتما کاش که در یک فرصت دیگه بتونیم با اون در اون بیشتر صحبت کنیم، مخصوصا که همین الان دیگه به ذهنم رسید که ما یک بار حتما باید مفصلا صحبت کنیم و بررسی کنیم که نظام پادشاهی که در ایران وجود داشته چه کارکرد ویژه‌ای برای در حوزه زنان داشته و فکر کنم که بحث جالبی از آن در بیاد. اما اگه بخوام برگردم به سوالی که مطرح کردم و به اون کرد مقابل که باهاش مخالف نیستم و رو صحیح نمیدونم بپردازم، یعنی رو کرده چپ‌ها به حوزه زنان، من فکر کنم که اونها تجربه ثابت کرده که بیشتر از در شعار دادن کلیشه‌ای و برخورد کردن با مسائل زنان از در کلیشه وارد میشن، یعنی از درگیری با رویارویی و از در درگیری و رویارویی با مردان وارد گود میشن. و شاید شنیده باشید انتقاداتی که فمینیست‌های ایرانی وقتی که نمیخوان از وقتی که امتناع میکنن از این که قدردانی کنن بابت اون همه حقوق ارزشمند و اون همه تغییرات شگفتی که در حوزه زنان در توسط رضا شاه، محمد رضا شاه، شهبانو اتفاق افتاد، امتناع میکنن از قدردانی و انتقاد میکنن به اون دوران، یکی از انتقاداشون اینه که خب
این چیزی که به زنان ایران بهش دست یافتن در نتیجه تلاش و اون مبارزه خودشون نبود و این رو در واقع انتقاد میدونم و خب این رو بخاطر همین ارزشمند نمیدونم که به نظر من خیلی عجیب و نارواست، چون از دید من وقتی که ما این حاکمیت ملی داشته باشیم در یک کشور که به همه شهروندان که همه ساکنان اون کشور رو به چشم شهروندانی میبینه که از حقوق برابر برخوردارن و تساوی بینشون باید برقرار بشه، وقتی که همچین حاکمیتی باشه وظیفه خودش رو میدونه که یک سری حقوق اولیه و اساسی رو برای همه شهروندان فارغ از جنسیتشون، دینشون، که در چه شهری ساکن هستن، چه قومی هستن، براشون مهیا کنه و یک امر بدیهی و سریع از طریق حفاظت از قانون میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته. من شخصا احتیاجی نمیبینم که لزوما در همه کشورها و در همه حوزه ها و در همه اون پارامترهایی که در حوزه زنان وجود داره زنان مجبور باشن که دهها از عمرشون رو صرف کنن صرف مبارزه و چالش و درگیری که بخوان حالا مثلا بعد چند دهه بعد 40 سال به اساسی ترین حقوقشون دست پیدا کنن. اینجا یه سوال دیگه مطرح میکنم، آیا در ایران آزاد و سکولار که به امید خدا به زودی شاهدش خواهیم بود، مثلا این سوال رو مطرح میکنم چون که نگاه های بسیار افراطی هم در این زمینه وجود داره، یعنی که نگاه های افراطی فمینیستی و چپ در این زمینه در الان در حوزه زنان در دنیا اینجوریه که مثلا شما فکر میکنید آیا ردیف کردن یک هیئت وزیرانی که سراسر زنانه هست، مردها در اون قایق هستن، مشابه اون چی که در چند کشور سوسیال دموکرات در اروپا اتفاق افتاد، آیا این رویکرد به آینده ایران به زنان ما کمک میکنه یا رویکرد شایسته سالاری با نگاه شهروند محورانه با نگاه ملیگرایانه؟ من فکر میکنم که زنان مبارز ایرانی و زنان به خصوص زنان میهن‌پرست و پهلوی‌گرای ما، زنان و دختران ما در چند سال گذشته در پیزشایی که داشتیم، پاسخ همه این سوال ها رو با آگاهی، هوشمندی و شفافیت کامل دادن. یعنی از تجربه 40 سال، از این تجربه جهانی که یک نمونه شو برای تون ذکر کردم و از این تجربه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی که کارش تفکیک، تضعیف، شکاف اندازی بین زن و مرد بوده، درس گرفتن زنان و خریدن همچین و خریدار همچین نگاه هایی نیستن. همون نگاهی که میره به دیدار مکرون و میگه که چقدر خوب شد که زن و مرد رو مرد بردیم و من این رو واقعا شوخی نمیدونم و این در واقع در عملکردشون در واقع همینطور رفتار کردن که چون به ما زنان فشار بیشتری وارد شده، مثلا روسری برسن رو میذاشتن که مردها نداشتن، فارغ از اینکه چقدر ظلم و ستم و اعدام و زندانی شدن برای اون فهم رخ داره، اما به همین دلیل که به ما به سبک زندگی ما بیشتر تاثیرپذیر بوده از جمهوری اسلامی که من هم با این موافقم، اما به این دلیل که 40 سال اونو از این مقدار موقع بیشتر برخوردار بودن، حالا باید ساکت بشینن، حالا هم ندارن وارد فوت بشن، باید به حاشیه رو نوشن، یه جورای انتقام میخواد گرفته بشن از مردها که ما در دخیلشون ندونیم، یا اگر رهبر جنبش فعلی مردم ایران باید حتما زن باشه، یا این که با شعار مرد بینن آبادی زاویه پیدا میکنن. نه، زنان ایران، زنان آگاه ایران امروز سال هاست که زندانی شدن مردان جامعه شما، همکلاسیشون و برادرشون و فامیلشون رو دیدن، اعدام شدنشون رو دیدن، زندانیان سیاسی بسیاری که مرد بودن رو دیدن و مادران بازخوان ظلمی که به فرزندانشون شده رو دیدن و اون نقشی که من اینا رو همه رو میگم تو دیگه میخوام به نقش زنان ملیگرا رو برسم که دقیقا نقششون اینه، همین آگاهی که به دست آوردن کسی که بازی نمیخورن و این نگاه های از این نگاه های افراطی و تفریطی استفاده نمی کنم برای اینکه بخوان زودتر به هدفشون برسن، زودتر به خواسته ها و تمرین سعادت خودشون بدونن. زنان امروز ایران میدونن که سعادت همه مردم ایران از جمله خودشون در بازگشت به هویت ایرانیه. اونها میدونن که خمینی چند دهه پیش احتمالاً آرزوی بزرگیشون بود که مردم ایران پس از چند دهه دیگه خودشون رو به عنوان ملت ایران نشناسن و خودشون رو به عنوان امت اسلام بدونن و یا خودشون رو به عنوان شهروند ایران در صدر کار آیدنتیفای نکنن و خودشون رو شیعه 12 امامی بدونن و در وهله های بعد خودشون رو ایرانی بدونن و کار درخشانی که
در همین سالهای اخیر زنان ایرانی انجام داده این بود که دوشا مردان کنار همچین نگاه تفکیکی و تبعیض‌آمیز و آپارتایدی ایستادن که بسیار ارزشمنده و من شک ندارم که به نتیجه میرسه. من خیلی سرتون رو در آوردم، سخنم رو اینجا کوتاه میکنم، سپاسگزاری میکنم از توجهی که داشتین. بار دیگر میخوام سپاسگزاری کنم از هموندان عزیزم در حزب ایران نوین در شهر بریزبین استرالیا و یک بار دیگه شادباش میگم زادروز ملکه ایران زمین شهبانو پلی پهلوی و براشون عمر طولانی آرزو دارم که آزادی ایران رو در کنار هم و در حضور ایشون به زودی ببینیم. پاینده ایران جاوید شاه.